اهمیت رنگ لباسی که می پوشیم رو چه در محل کار و چه در زندگی روزانه نباید نادیده گرفت. این ویدیو که در دو قسمت تهیه شده رو ببینید تا به راز ارتباط رنگ ها با حیات شغلی و زندگی پی ببرید و در ذهن توصیه ها رو عملی کنید. رنگ قهوه‌ای، رنگی که در حیات شغلی باید از اون دوری کرد. رنگ قهوه‌ای به دلیل اینکه رنگ خاک شخص رو خیلی سست و ناتوان نشون میده و این رنگ در عین حال یادآور مرگ. زنان و مردان از پوشیدن لباس‌های رو و بالاتنه مثل ژاکت، کت، پالتو، مانتو، پولیور و غیره که به رنگ قهوه‌ای هستند باید خودداری کنند. اگه به رستوران‌های زنجیره‌ای مکدونالدز دقت کرده باشین، از تن‌های مختلف رنگ قهوه‌ای زیاد استفاده شده. به نظر شما دلیلش چیه؟ جواب ساده است. رنگ قهوه‌ای تداعی کننده مرگ و انسان‌ها در جایی که این رنگ به کار برده شده دوست ندارن زیاد بمونن. در واقع مکدونالدز با ارجحیت دادن به رنگ قهوه‌ای بدون اینکه حرفی بزنه یا تابلو یا ویزون کنه، انسان‌ها رو به ترک سریع مکان بعد از خوردن غذا تشویق می‌کنه. در حیات شغلی خود هرگز لباس قهوه‌ای نپوشید. شاید بگویید با لباس یا کیف و کفش و غیره در رنگ‌های دیگر اون رو ست می‌کنم، اما این کار هم بی‌فایده است، چون این لباس قهوه‌ای همیشه و در هر حالتی شما را ضعیف و ناتوان نشان می‌دهد. رنگ قرمز، رنگ قدرت و شور و اشتیاق. رنگ قرمز رنگ بسیار مهمیه و به ویژه خانوم ها باید از این رنگ استفاده کنن. شاید بگید رنگ زنانه است و مردان چطور میتونن از این رنگ استفاده کنن؟ درسته، استفاده از کت یا پیراهن قرمز رنگ بسیار پرمدعا دیده میشه، اما میتونید از اکسسوارهایی همانند دستمال جیب کت و اگر امکانش بود از کراوات قرمز با تونهای غلیظ و تیره استفاده کنید. فقط کافیه که از رنگ قرمز استفاده کنید تا شما رو توانمند و پرشور نشان بده. اگر دقت کرده باشید در لوگوی رستوران ها از رنگ قرمز زیاد استفاده میشه، چون رنگ قرمز باعث افزایش اشتها میشه. همین دلیل هم اگر در حال اجرای رژیم لاغری هستید، در اطراف خودتون و در آشپزخونه تا حد ممکن از وسایلی که به رنگ قرمز هستند استفاده نکنید. رنگ سبز، رنگ اعتماد. به همین دلیل هم این رنگ توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی زیاد استفاده میشه. زنا و مردا باید از لباسایی که با این رنگ هستند حتما استفاده کنند. مردان میتونن از تکوت مخملی یا پالتوهایی به رنگ سبز سیر استفاده کنند. رنگ زرد نماد موقت و زودگذر بودنه. به همین دلیل هم تاکسی ها زرد رنگن و در لوگوی شرکت های بزرگ کرایه اتومبیل رنگ زرد به کار برده میشه. اگرچه نماد ارتباط سریعه، اما در عین حال رنگ زرد باعث تحریک روحیه تهاجمی میشه. به همین دلیل هم باید از پوشاندن لباس زرد به کودکان و رنگامیزی اتاق اونها با رنگ زرد خودداری کرد. از پوشیدن لباس زرد در محیط کار هم باید به شدت دوری کنید. رنگ سیاه، رنگ تمرکز حواسه. آلبرت اینشتین هم در اتاق خودش از رنگ سیاه زیاد استفاده کرده بود. انسان‌ها در محیط سیاه رنگ میتونن به آسانی تمرکز حواس داشته باشن. خانم‌ها میتونن از مانتوهای خوش ایست سیاه رنگ یا کت و دامن سیاه رنگ استفاده کنن. مردان هم میتونن کت و شلوار سیاه رنگ بپوشن، اما باید با استفاده از دستمال جیب کت و حتی کراوات اون رو تقویت کنن. فقط توجه داشته باشید که دستمال جیب باید با رنگ پیراهن یکی باشد یا در رنگی دیگر، اما رنگ دستمال جیب نباید با رنگ کراوات یکی باشد. مسئله دیگه‌ای که به هنگام پوشیدن کت و شلوار سیاه رنگ باید به آن دقت کرد اینه که اگه فقط کراوات بزنید همانند نیروهای محافظ رسمی دیده میشید، و اگه کراوات نزنید و فقط از دستمال جیب استفاده کنید مثل بزن بهادرای فیلم ها دیده میشید. اما بنا به شرایط اگر امکان استفاده از کراوات نیست، از دستمال جیب هم استفاده نکنید و فقط به بستن دکمه های کت اکتفا کنید. قسمت اول ویدیو رو در اینجا به پایان میرسونیم. در قسمت دوم با ما همراه باشید. با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما.